سلام، محمد برزویی هستم و با آموزش ساخت مگامنو در سیستم مدیریت محتوای وردپرس در خدمت شما. قبل از اینکه به مزایای استفاده از مگامنو بپردازیم، این نکته مهم رو خدمتتون عرض کنم که مگامنو مناسب هر نوع وبسایتی نیست. و اگر شما وبسایت مطرحی رو مشاهده کردید که از این قابلیت درون وبسایتشون استفاده می‌کردن، به این معنی نیست که شما هم حتما باید از این قابلیت استفاده کنید. باید ابتدای مورد رو بررسی کنید که وبسایت شما نیازمند استفاده از مگامنو هست یا نه. از ویژگی هایی که مگامنو در اختیار ما قرار میده، قرار دادن لینک های زیاد درون اونه، به طوری که میتونیم لینک های بسیار زیادی رو در دستبندی های مختلف در آن واحد به کاربران نمایش بدیم که باعث میشه که کاربران راحت تر به بخش های مختلف وبسایت ما دسترسی داشته باشن. این دسترسی راحت سبب افزایش تجربه کاربری سایت ما میشه. جدا از این، ما میتونیم از تصاویر و آیکون ها هم درون مگامنوی خودمون استفاده کنیم که سبب زیباتر شدن وبسایت ما خواهد شد. مورد بعد جهت نمایش مگامنو هست که دو حالت افقی و عمودی داره. حالت افقی به این صورت است که وقتی ما موسمون رو روی بخشی که داره مگامنو هست قرار میدیم، زیر اون بخشی باز میشه که تب‌های اون به صورت افقی و کنار همدیگه قرار گرفته شدن و با هاور کردن روی هر تب، محتویات مگامنوی ما زیر اون قابل نمایش خواهد بود. اما مگامنوی عمودی به این صورت است که تب‌ها به صورت زیر هم و عمودی قرار گرفتن و با هاور کردن روی هر تب، محتویات اون مگامنو در سمت چپ تب‌ها قابل نمایش خواهد بود. حالت نمایش مگامنو هم به این صورت است که حالت هاور داریم و حالت کلیک. این حالت نمایش مگامنو منظور ما چی است؟ منظور ما اینه که وقتی که یک بخشی درون یک وبسایت دارای مگامنو هست، بعد از چه اقدامی توسط کاربر اون مگامنو نمایش داده بشه. صرفاً با هاور کردن مگامنو نمایش داده بشه یا با کلیک. استاندارد اون استفاده از حالت هاور هست. اما اگر از حالت کلیک هم استفاده کنیم موردی نداره. یک مثال واقعی از مگامنوی افقی بزنیم. اینجا ما یک وبسایتی داریم که کتاب‌های کمک درسی در این منو دارای مگامنو هست. وقتی روی این هاور می‌کنیم، زیر اون یه بخشی باز میشه که تب‌های اون به صورت افقی و کنار همدیگه قرار گرفتن. با هاور کردن روی هر تب، محتویات اون تب در زیر اون نمایش داده میشه. اینجا می‌بینیم که یک تصویر هم درون این مگامنو استفاده شده. مگامنوی عمودی به این صورت است که وقتی که ما هاور میکنیم روی بخشی که داره مگامنو هست، محتویات اون مگامنو زیر هم، یعنی تب‌های اون به صورت زیر هم قرار میگیرن و محتویات هر تب در سمت چپ اون تب‌ها قابل نمایشه. به طور کل برای ایجاد مگامنو در سیستم مدیریت محتوای وردپرس دو روش وجود داره. روش اول استفاده از قالب‌های وردپرسی هست. قالب‌هایی که به طور پیش‌فرض امکان ساخت مگامنو رو برای ما فراهم کردن. از این قالب‌ها میتونیم به قالب زفایر، قالب فلتسام، قالب آسترا، قالب انفولد و قالب وودمارت اشاره کنیم. در تنظیمات این قالب‌ها بخشی برای ایجاد و مدیریت مگامنو فراهم شده که میتونیم از اون استفاده کنیم. اما اگر ما از قالب استفاده کردیم که به طور پیش‌فرض امکان ساخت مگامنو رو فراهم نکرده بود، مثل قالب خام هلو المنتور که هیچ تنظیماتی در این مورد نداره، اینجا میتونیم از افزونه های وردپرسی استفاده کنیم. افزونه هایی که با نصب و فعال کردن اونها امکان ایجاد مگامنو برای ما فراهم میشه. از این افزونه ها میتونیم به افزونه جت منو، اوبر منو، افزونه مکس مگامنو و افزونه المنت کیت اشاره کنیم. این موارد رو در طول این دوره آموزشی خدمتتون آموزش خواهیم داد. امیدوارم از این جلسه نهایت استفاده رو برده باشید. تا جلسات بعد، خدا نگهدار. در این قسمت قصد داریم تا با استفاده از قالب زفایر یک مگامنو ایجاد کنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به این آموزش، بنده یک بار پیشخوان سایت وردپرسی خودم رو رفرش میکنم و منتظر میمونم تا این فرایند تکمیل بشه. همونطور که میبینید سرعت لود شدن پیشخوان سایت ما به شدت کند هست. بنده برای اینکه زمان لود شدن پیشخوان سایت رو متوجه بشم، از افزونه کوئری مانیتور اومدم و استفاده میکنم. این رو میتونید از سایت wordpress.org دانلود و روی سایت خودتون نصب کنید.
اینجا زمان لود شدن این صفحه رو به ما میگه که 11 ثانیه و خورده ای هست، تقریبا 12 ثانیه که زمان واقعا زیادیه. برای اینکه این زمان رو کاهش بدیم، بنده میام از یک قطعه کدی استفاده میکنم. این قطعه کد رو کپی میکنم و وارد دایرکتوری سایت خودم میشم و فایل wp-config.php رو ویرایش میکنم. حتما از این فایل قبل از هر گونه تغییری یک بکاپ بگیرید. اینجا یک چند تا اینتر میزنم و اون قطعه کد رو اینجا پیست میکنم. قطعه کد اول با میگه که تمامی درخواست های خارجی رو بلاک کنه و همین امر سبب میشه تا سرعت پیشخوان سایت ما افزایش پیدا کنه. قطعه کد دوم به ما میگه که برخی از سایت ها درخواستشون بلاک نشه، مثل سایت wordpress.org و سایت هایی که میخواید درخواستشون بلاک نشه رو اینجا وارد کنید. خب در نهایت ذخیره میکنیم و برمیگردیم به پیشخوان سایت خودمون. حالا اگر سایت خودمون رو رفرش کنیم میبینیم که به سرعت در عرض تقریبا 2 ثانیه سایت ما رفرش میشه. از این حرکت میتونیم استفاده کنیم تا سرعت پیشخوان سایت خودمون رو افزایش بدیم. برای اینکه در قالب زفایر مگامنو ایجاد کنیم، قبل از هر کار نیازمند این هستیم که یک فهرست جدید در وردپرس ایجاد کنیم. از این بخش یک فهرست جدید رو انتخاب میکنم، یک نام برای فهرست خودم انتخاب میکنم، بر فرض مثال فهرست اصلی، مکان نمایش اون رو هم تعیین میکنم و ایجاد فهرست رو میزنم. از بخش پیوندهای دلخواه مواردی که مورد نیاز هست رو میتونم به فهرست خودم اضافه کنم. بنده از قبل مواردی رو که مورد نیازمون هست رو اینجا آماده کردم. از این ابتدا لبنیات رو وارد میکنم. نشانی اینترنتی اون رو هم شارت میزنم. مورد بعدی شیر هست. شیر رو هم وارد میکنم. همینطور ماست و پنیر. و همینطور خامه. خب این اولین ستون از مگامنه ما. مورد بعدی مواد پروتئینی هست. این رو وارد میکنم. و همینطور سوسیس و کالباس. مورد بعد هم گوشت گوسفندی هست. گوشت مرغ. اینم شار. و همینطور تخم مرغ. فرست بعد یعنی ستون بعد صبحانه و زیر منوهای اون که مربا عسل و حلوا شکری و همینطور ارده هست. و ستون آخر که نوشیدنی هاست، این رو هم وارد میکنم. چای، دمنوش، قهوه و نوشابه رو هم به همین صورت وارد میکنم. این از دمنوش، این از قهوه و این هم از مورد آخر که نوشابه هست. بنده به طور کل همه این موارد رو وارد کردم. حالا نیازمند این هستم که این 4 مورد رو زیر منوی لبنیات قرار بدم. به این صورت یک مرتبه اون رو میارم جلو. اینجا به مشکل خوردیم. خب ستون بعد مواد پروتئینی هست که 4 مورد بعدی میشن زیر منوی اون. این موارد رو هم قرار میدم. اگر اینجا احیانا با مشکل مواجه شدید، هرچی درک کردید درست نشد، کافی این رو باز کنید و از این بخش خروج از زیر گوشت گوسفندی رو بزنید، یک پله میاد عقب و مشکلتون حل میشه.
برای این مورد هم میتونید همین کار رو بکنید. مورد بعدی صبحانه است که 4 مورد بعدی مربا، عسل، حلوا شکری و ارده رو زیر منوی اون قرار میده. مورد بعدی هم نوشیدنی ها. این موارد رو هم عنوان زیر منو قرار میدم و فهرست خودم رو ذخیره میکنم. منتظر میمونم تا فهرست من با موفقیت ذخیره بشه. حالا سایت خودم رو باز میکنم و رفرش میکنم. میبینیم که سایت ما کاملا سفید هست و هیچی نیست. ابتدا نیازمند این هستیم که یک هدر ایجاد بکنیم. بعد از بخش زفایر و هدر اقدام به ایجاد یک هدر میکنم. اد هدر رو میزنم. منتظر میمونم تا این صفحه باز بشه. در این بخش از بخش قالب ها بنده میخوام بر فرض مثال از این قالب استفاده بکنم. اینجا لوگوی اون رو تغییر میدم و از این بخش لوگوی دلخواه خودم رو که لوگوی فرادرس هست رو انتخاب میکنم و گزینش رو میزنم و تغییرات خودم رو ذخیره میکنم. با این بخش هم کاری نداریم. این بخش میخوایم فهرستی که ایجاد کردیم رو وارد کنیم. فهرست رو میزنیم. از این بخش نام فهرست خودمون که فهرست اصلی بود رو انتخاب میکنیم و ذخیره تغییرات رو میزنیم. ما تونستیم هدر خودمون رو ایجاد کنیم، ذخیره تغییرات رو میزنیم. اگر به سایت خودمون برگردیم و رفرش کنیم سایتمون رو، باز هم این هدر رو مشاهده نمی کنیم. برای اینکه این هدری که ساختیم رو اینجا نمایش بدیم، نیازمند این هستیم که از بخش زفایر وارد تنظیمات پوسته بشیم، از بخش طرح‌بندی صفحات، بخش برگه ها، هدر رو روی هدری که ایجاد کردیم قرار بدیم و تغییرات رو ذخیره کنیم. با انجام این تغییرات هدر ما اینجا نمایش داده میشه. میبینید که این موارد اینجا قرار گرفته. از بخش نمایش و فهرست ها بنده دوباره وارد بخش فهرست های خودم میشم. و از بخش پیوند های دلخواه، مثلا سوپرمارکت رو انتخاب میکنم. این رو به بالاترین لایه انتقال میدم. اینجا خروج از زیر لبنیات رو میزنم و این رو به بالاترین لایه بند. از بخش پیوندهای دلخواه سوپرمارکت رو اضافه کردم و قبل از همه این موارد قرار دادم. حالا نیازمند این هستیم که همه اینا رو زیر مجموعه سوپرمارکت قرار بدیم. به این صورت. این هم به این صورت و این هم به این صورت. و فهرست خودم رو ذخیره میکنم. حالا اگر به سایت خودمون مراجعه کنیم، خب اگر روی سوپرمارکت هاور کنیم میبینیم که دارای 4 زیرمنو هست و هر زیرمنو هم دارای 4 زیرمنوی دیگه. برای اینکه این رو تبدیل به یک مگامنو کنیم، وارد بخش فهرست ها در وردپرس میشیم، تنظیمات کشویی مقابل سوپرمارکت رو باز میکنیم، عرض اون رو روی سفارشی قرار میدیم با عرض 600 پیکسل و ستونهای اون رو هم روی 4 تنظیم میکنیم و ذخیره تغییرات رو میزنیم. اگر سایت خودمون رو رفرش کنیم میبینیم که منوی ما تبدیل شده به یک مگامنو.
منتها فونت اون بزرگ هست و برای اینکه فونت اون رو ریز کنیم باید وارد تنظیمات قالب زفایر بشیم. تنظیمات پوسته رو بنده میزنم از بخش فونت ها و تایپوگرافی، به جای عدد 18 مثلا عدد 14 پیکسل رو در نظر میگیرم و ذخیره تغییرات رو میزنم. حالا اگر سایت خودمون رو رفرش کنیم میبینیم که فونت اون هم درست شد. برای اینکه رنگ مگامنوی خودمون رو تغییر بدیم وارد تنظیمات پوسته میشیم از بخش رنگ ها. بنده این کد رنگی که در این بخش قرار دادم رو کپی میکنم، در این بخش اون رو پیست میکنم و ذخیره تغییرات رو میزنم. حالا اگر سایت خودم رو رفرش کنم میبینیم که رنگ اون هم تغییر کرد. برای اینکه منوی منده ظاهر بهتری رو بگیره وارد تنظیمات فهرست خودم میشم و چند مورد رو به انتهای فهرست خودم اضافه میکنم. بر فرض مثال درباره ما، همینطور تماس با ما، بر فرض مثال جدیدترین محصولات، و فهرست خودم رو ذخیره میکنم. حالا برمیگردم به سایت خودم و سایت خودم رو رفرش میکنم. میبینید که ما اینجا یک چنین منوی داریم. این سوپرمارکت دارای مگامنو هست. مگامنوی اون به این صورته. تونستیم فونت اون رو کنترل کنیم، سایز اون رو تغییر بدیم و رنگ اون رو هم تغییر بدیم. امیدوارم از مطالبی که در این جلسه خدمتتون ارائه شد نهایت استفاده رو برده باشید. شاد و پیروز باشید تا جلسه بعد. یا علی. در این قسمت قصد داریم با استفاده از قالب فلتسام یک مگامنو ایجاد کنیم. مگامنوی خودمون رو می‌خوایم برای دسته‌بندی محصولات قرار بدیم. برای این کار وارد پیشخوان وردپرس میشم و وارد بخش UX بلاگ میشم. این پایین لیست بخش هایی که با استفاده از UX بلاگ ایجاد کردیم رو به ما نمایش میده. بنده روی Add New میزنم تا یک بلاگ جدید ایجاد کنم. یک نام برای اون انتخاب میکنم، بر فرض مثال مگامنوی فرادرس، و روی انتشار کلیک میکنم و بعد از اون روی UX Builder کلیک میکنم تا وارد صفحه ساز UX Builder بشم. برای ساخت مگامنو روی Add Elements کلیک میکنم. از این بخش با استفاده از این ویجیت هایی که صفحه ساز UX Builder داره میتونیم مگامنوی خودمون رو ایجاد کنیم. اما اگر بخوایم از دموهای آماده استفاده کنیم از بخش Flatsome Studio میتونیم این کار رو انجام بدیم. برای اینکه این Flatsome Studio اینجا نمایش داده بشه نیازمند این هستیم که از بخش تنظیمات قالب فلتسام، بخش ادوانس یا پیشرفته، از بخش همگام سازی تیک گزینه فلتسام استودیو رو فعال کرده باشیم. این گزینه به طور پیش‌فرض فعال هست. اگر اون رو غیر فعال کردید این رو فعال میکنید. در این بخش اون رو مشاهده میکنید. وارد فلتسام استودیو میشید. ما تمایل داریم از مگامنو استفاده کنیم. اینجا مگامنو رو انتخاب میکنیم و من میخوام که در این آموزش از این دمو استفاده کنم. میتونیم روی پریویو کلیک کنیم تا پیش نمایش این مگامنو رو ببینیم و روی ایمپورت کلیک کنیم. از ما سوال میکنه که آیا تمایل به ایمپورت و درونسازی تصاویر رو هم داریم؟ میگیم بله. استارت رو میزنیم تا درون ریزی انجام بشه. حالا نیازمند این هستیم که این موارد رو دونه دونه تغییر بدیم و فارسی سازی کنیم. این رو بر فرض مثال بنده ابزارهای الکترونیکی قرار میدم و سایز اون رو هم کم میکنم. و مورد بعد بست سلر که
می نویسم بهترین فروشندگان. مورد بعد تازه رسیده ها، اون رو پیدا میکنم و تازه رسیده ها رو وارد میکنم. مورد بعد هم آخرین معاملات، این رو هم بنده ویرایش میکنم و آخرین معاملات رو برای اون در نظر میگیرم. دو مورد آخر هم درباره ما و تماس با ما، این موارد رو هم بنده از این بخش ویرایش میکنم. درباره ما و مورد آخر هم تماس با ما، و این مورد تموم شد. وارد این بخش میشیم و بنده از این بخش کامپیوتر رو وارد میکنم و زیرمنوهای اون رو هم وارد میکنم. لپتاپ، مورد بعد مانیتور و تبلت و مورد بعد هم گیمینگ. مورد ستون بعد میشیم تلفن و تلفن همراه. مورد بعد خاور گوشی مورد بعد هم ساعت هوشمند و مورد آخر هم شارژر. مورد ستون سمت چپ میشیم، صوتی و تصویری رو وارد میکنیم، تلویزیون و مورد بعد سینما خانگی. این مورد رو هم بر فرض مثال استودیو وارد میکنم و مورد آخر اون رو هم هدفون. ستون آخر رو هم به همین ترتیب ویرایش میکنم و موارد دلخواه رو اینجا وارد میکنم: اپل، سامسونگ و LG و مورد آخر هم ایسر، و روی اپلای کلیک میکنم و آپدیت رو میزنم. حالا برای اینکه این مگامنو رو ما برای دستبندی محصولات قرار بدیم، نیازمند این هستیم که وارد پیشخوان وردپرسی خودمون بشیم، از بخش نمایش و فهرست ها وارد بخش فهرست ها میشیم، دستبندی محصولات رو باز میکنیم، از بخش UX بلاک، بلاکی که برای مگامنوی خودمون ایجاد کردیم رو انتخاب میکنیم. اینجا مگامنوی فرادرس هست. نیازمند این هستیم که از بخش طراحی اون رو روی عرض کانتینر قرار بدیم و ذخیره فهرست رو بزنیم. حالا اگر سایت خودمون رو باز کنیم میبینیم که این مگامنو رو تونستیم به راحتی ایجاد کنیم. اینجا یک فاصله افتاده که اون رو هم میایم برمی‌داریم. اینجا میایم این گپی که اینجا هست رو صفر قرار میدیم و اپلای میزنیم و آپدیت. حالا اگر سایتمون رو رفرش کنیم این فضای خالی حذف شده. به این صورت. به این صورت تونستیم در قالب فلتسام یک مگامنوی جذاب رو با استفاده از قالب‌های آماده فلتسام استودیو ایجاد کنیم. شما همینطور میتونید مگامنوی خودتون رو با استفاده از ویجت‌های خود افزونه UX Builder ایجاد کنید و تغییرات خودتون رو بدید، یا از همین قالب‌های آماده استفاده کنید. هیچ فرقی نمی‌کنه. کلیت کار به این صورت است. امیدوارم از مطالبی که در این جلسه خدمتتون ارائه شد نهایت استفاده رو برده باشید. در این قسمت قصد داریم با استفاده از قالب آسترا یک مگامنو ایجاد کنیم. بنده از قبل یک فهرستی رو ایجاد کردم. ایجاد فهرست در طول این دوره آموزشی تقریبا پای ثابت همه جلساته و نیازمند این هستیم که از قبل یک فهرستی رو ایجاد کرده باشیم. این فهرست رو بنده ایجاد کردم و
برای دستبندی محصولات سه تا زیرمنو قرار دادم و برای هر کدوم از اون موارد هم سه تا زیرمنو دیگه. یه سری تغییرات ظاهری روش دادم که از بخش سفارشی سازی میتونیم اون موارد رو انجام بدیم. این گزینه رو بزنیم، وارد بخش فهرست اصلی بشیم و از تب دیزاین وارد این بخش میشیم تا تغییرات ظاهری خودمون رو اعمال کنیم. یه مقدار میام پایین تر، انیمیشن زیر منو رو روی اسلاید به پایین قرار دادم و رنگ اون رو در حالت عادی مشکی قرار دادم و رنگ اون در حالت هاور و فعال بودن رو هم بنفش قرار دادم. یه مقدار دیگه میام پایین تر، از بخش فونت فهرست رو بنده انتخاب میکنم و اندازه فونت اون رو هم روی 13 قرار دادم. این موارد رو بنده از قبل قرار دادم و شما میتونید به همین صورت این موارد رو در صورت تمایل انجام بدید. برای اینکه این فهرست خودم رو تبدیل به مگامنو کنم، وارد پیشخوان وردپرس میشم. از بخش نمایش و فهرست ها میام و دستبندی محصولاتی که میخوام دارای مگامنو بشه رو باز میکنم. اینجا یک گزینه هست به نام آسترا تنظیمات منو. این رو اگر بزنیم میتونیم مگامنوی خودمون رو فعال کنیم و تنظیمات اون رو انجام بدیم. اما اگر این گزینه رو اینجا مشاهده نکردید، در ابتدا نیازمند این هستید که از نسخه پرو قالب آسترا استفاده کنید. اگر از قالب آسترا پرو استفاده میکنید ولی این گزینه رو اینجا مشاهده نمی‌کنید، نیازمند این هستید که وارد بخش آسترا و پیشخوان اون بشید. یه مقدار میام پایین تر و گزینه فهرست ناوبری رو حتما باید فعال کرده باشید. اگر من این رو غیر فعال کنم و وارد بخش فهرستا بشم و اون رو رفرش کنم، می‌بینیم که این گزینه از اینجا برداشته شد. دو مرتبه بنده این رو فعال می‌کنم، می‌بینید که اینجا دوباره اضافه شد. خب این گزینه رو بنده میزنم و وارد این بخش میشم. ابتدا گزینه مگامنو رو فعال میکنم، عرض اون رو میتونم مشخص کنم. برای اینکه شما ببینید، ابتدا سایتمون رو یک بار رفرش کنیم. ببینید که دستبندی محصول تبدیل شده به یک مگامنو. عرضش روی محتوا قرار گرفته، برای همین به این صورته. یک ستون کلا ناپدید شده. عرض اون رو اگر روی عرض نگهدارنده منو قرار بدیم و سایت خودمون رو رفرش کنیم، ظاهرش به این صورت میشه. اگر عرض اون رو روی تمام پهنا قرار بدیم، تمام عرض میشه به این صورت، منتها این گوشهاش یک فاصله ای داره. و اگر اون رو روی تمام عرض کشیده شده قرار بدیم، دیگه اون فاصله ها رو ما اینجا نمیبینیم. اگر سایتمون رو رفرش کنیم، میبینیم که اون فاصله ها دیگه برداشته شده. بنده نمیخوام از حالت تمام عرض یا عرضای دیگه استفاده کنم، میخوام عرض سفارشی خودم رو وارد کنم. تغییرات رو ذخیره میکنم، میبینیم که به این صورته. میام اینجا عرض دلخواه خودم که 550 پیکسل هست رو در نظر میگیرم و تغییرات رو ذخیره میکنم. میبینیم که مگامنوی ما به این صورت در اومد. اما یه سری مشکلات داره. اول مشکل این که اینجا کامپیوتر، تلفن و صوتی و تصویری هدینگ هستن، عنوان هستن و باید با زیرمنوهای خودشون متفاوت باشن. این مورد رو ما باید در تنظیمات انجام بدیم و تغییرات رو داخل اینجا انجام بدیم. وارد همین تنظیمات میشیم. از این بخش میتونیم یه آیکون براش در نظر بگیریم برای دستبندی محصولات و این طبعا یه سری رنگ ها رو میتونیم مشخص کنیم که با این تنظیمات چندان کاری نداریم، چون این تنظیمات رو تو بخش سفارشی سازی به طور کامل انجام دادیم. خب این تب رو بنده میبندم. برای اینکه این هدینگ ها رو متفاوت بکنم از زیر منوهای خودشون، خب
میام و این زیر منوهای دستبندی محصولات رو باز میکنم و وارد تنظیماتش میشم تا یه سری تغییرات رو روی اون اعمال کنم. تنظیمات کامپیوتر رو بنده باز میکنم. اینجا یه سری گزینه برای ما میاره. ابتدا میگیم که این گزینه رو، این کامپیوتر رو به عنوان هدینگ در نظر بگیره، به عنوان منو. یا میتونیم با فعال کردن این گزینه کلن این گزینه رو غیر فعال کنیم، هایدش کنیم. این ستا گزینه رو میتونیم غیر فعال کنیم. من میخوام باشه و لینکش رو هم میتونیم غیر فعال کنیم. اینجا داره لینکه. اگر غیر فعال کردن لینک رو تیک بزنیم، لینکش غیر فعال میشه. اینجا میتونیم یه آیکونی رو براش در نظر بگیریم. که بنده اینجا چون کامپیوتر هست میتونم لپتاپ رو سرچ کنم. و این رو برای اون در نظر بگیریم. اندازه اون رو روی 14 پیکسل و آیکون اسپیسینگ اون رو هم روی 11 قرار میدم. و اینجا یک گزینه داریم به نام رنگ جداساز. رنگ جداساز به این صورتی که زیر کامپیوتر یه سری خط میندازه. زیر کامپیوتر، زیر تلفن، زیر صوتی و تصویری یه خطی رو میندازه که متمایز کنه هدینگ ما رو با زیر منوهای خودش. تغییرات رو ذخیره میکنه. حالا اگر سایت خودمون رو رفرش کنیم، میبینیم که کامپیوتر هم یک آیکون براش در نظر گرفته شده و هم یه خطی رو زیر اون انداخته که جدا کنه این عنوان رو از زیر منوهای خودش. این موارد رو برای تلفن و صوتی تصویری هم انجام میدیم. وارد بخش تلفن میشیم، وارد تنظیمات اون میشیم، اون رو به عنوان عنوان در نظر میگیریم، لینکش رو غیر فعال میکنیم و چون تلفن هست بنده اینجا موبایل رو سرچ میکنیم. این آیکون رو براش در نظر میگیرم. اندازه اون رو هم مثل حالت کامپیوتر روی 14 پیکسل و 11 پیکسل قرار میدم. این موارد رو برای هر سه مورد باید یکی وارد کنیم و تغییرات خودم رو ذخیره میکنم. رنگ جداساز رو هم که اینجا قرار دادم. بخش صوتی و تصویری رو باز میکنم. تنظیماتمون رو باز میکنم. اون رو به عنوان هدینگ قرار میدم و لینک اون رو غیر فعال میکنم و آیکون بر فرض مثال ویدیو رو برای اون در نظر میگیرم. این آیکون و این اندازه ها رو دوباره برای این مورد هم وارد میکنم و تغییرات رو ذخیره میکنم. حالا اگر وارد سایت خودمون بشیم و سایتمون رو رفرش کنیم، میبینیم که ما تونستیم یک مگامنوی جذاب و ساده رو در قالب آسترا ایجاد کنیم. عنوان‌های اون رو از زیر منوهای اون متمایز کنیم، سایز اون رو بتونیم کنترل کنیم و در نهایت یک چنین مگامنوی رو ایجاد کنیم. امیدوارم از مطالبی که در این جلسه هم خدمتتون ارائه شد نهایت استفاده رو برده باشید. در این جلسه قصد داریم با استفاده از قالب انفولد یک مگامنوی ایجاد کنیم. بدین منظور بنده یک فهرست رو از قبل ایجاد کردم. برای یکی از اونها سه تا زیرمنو و برای هر زیرمنو سه تا زیرمنوی دیگه رو قرار دادم. تمایل داریم این دستبندی محصولات رو تبدیل به یک مگامنو کنیم. برای این کار وارد پیشخوان سایت خودمون میشیم و از بخش نمایش وارد فهرست ها میشیم. از این بخش بنده دستبندی محصولات رو باز میکنم و کافیه فقط Use as مگامنو رو انتخاب کنم. و اگر فهرست خودم رو ذخیره کنم و به سایت خودم برگردم، میبینیم که این تبدیل شده به یک مگامنوی کاملا جذاب. بدین صورت تونستیم به راحتی یک مگامنوی جذاب رو ایجاد کنیم. وارد این بخش میشم. در این بخش استایل منو رو میتونیم تغییر بدیم. میتونیم بذاریم استایل دکمه رنگی که پشتش یک بک‌گراند رنگی ایجاد میکنه. بدین صورت اگر اون رو تغییر بدیم، میتونیم بذاریم روی حاشیه دار که به جای اینکه پشتش رنگی باشه، یک استروک یا یک بوردر رنگی دور اون قرار میده. به این صورت. اما من تمایل دارم اون رو بذارم روی دکمه رنگی و این رو به ابتدای فهرست خودم منتقل کنم.
اینطوری ظاهر خیلی بهتری میگیریم. نکته که ممکنه به دردتون بخوره این هست که وقتی یکی از این آیتم های زیر منوی ستون رو باز کنم، اینجا یه بخشی به نام توضیحات داره. این بخش به ما این رو میگه که ما میتونیم یک متن رو به جای مثلا به جای لپتاپ میتونیم یک متن قرار بدیم، یه متن که قابل کلیک نیست، لینک دار نیست. اگر چنین کاری رو بخوایم بکنیم میتونیم از این بخش اقدام کنیم. مثلا من میخوام بنویسم جدیدترین کامپیوترها و اگر این دکمه رو بزنم و ذخیره فهرست رو انجام بدم، سایت خودم رو که رفرش کنم میبینیم به جای اولین آیتم ما که لینک دار بود، عبارت جدیدترین کامپیوترها اضافه شده و لینک دار هم نیست. از این حرکت هم میتونیم در صورت نیاز استفاده کنیم. به انتهای این جلسه آموزشی رسیدیم. امیدوارم نکاتی که در این جلسه هم خدمتتون ارائه شد براتون مفید واقع شده باشه. در این قسمت قصد داریم با استفاده از افزونه اوبرمنو یک منو ایجاد کنیم. بنده قالبی که همکنون نصب دارم قالب فلتسام هست. هیچ تفاوتی نداره که شما از چه قالبی استفاده میکنید. تنها نکته‌ای که باید به اون توجه کنید این هست که قالبی که استفاده میکنید نباید با افزونه اوبرمنو تداخل داشته باشه. من ابتدا وارد پیشخوان وردپرس میشم و از بخش افزونه ها و افزونه های نصب شده افزونه اوبرمنو که از قبل اون رو نصب کردم رو فعال میکنم. منتظر میمونم تا به طور کامل فعال بشه. افزونه فعال شد. بعد از فعال شدن افزونه چند تا بخش به پیشخوان سایت ما اضافه میشه. از بخش نمایش اوبر منو، اینجا تنظیمات و کنترل پنل اوبر منو هست که میتونیم تنظیمات دلخواهمون رو روی اون اعمال کنیم. جدا از اون بخش فرستار رو بنده باز میکنم. اگر روی هر آیتم ما بریم و با هاور کردن یک گزینه مقابل اون نمایش داده میشه تحت عنوان اوبر. حالا بنده میخوام یک فهرست جدید ایجاد کنم. یک نام برای فهرست خودم انتخاب میکنم، بر فرض مثال منوی فرادرس. مکان نمایش اون رو منوی اصلی در نظر میگیرم و ایجاد فهرست رو انتخاب میکنم. از بخش پیوندهای دلخواه یه سری مواردی رو به فهرست خودم اضافه میکنم، بر فرض مثال صفحه اصلی. پیوند اون رو هم شارپ قرار میدم. مورد بعد بر فرض مثال فروشگاه ما، این رو هم شارت قرار میدم. و مورد بعد درباره ما، و مورد آخر هم تماس با ما. تماس با ما رو هم به همین صورت اضافه میکنم. فهرست خودم رو هم ذخیره میکنم. حالا وارد همین کنترل پنل اوبرمنو میشم. از بخش شعال یا درجه‌سازی میام و این قسمت رو پیدا میکنم و منوی اصلی خودم رو اینجا انتخاب میکنم. نیازی که اینو یک بار رفرش کنم، چون هیچ منوی رو انتخاب نکرده. بله، بعد از رفرش کردن این رو تشخیص میده. شما هر فهرستی که مکان نمایش اون رو منوی اصلی در نظر بگیرید، اینجا منوی فرادرس هست، اینجا مقابل منوی اصلی نمایش میده. که بنده اینجا این تیک رو میزنم و تنظیمات خودم رو ذخیره میکنم. حالا اگر سایت خودم رو بنده رفرش کنم، میبینید که منوی ما ساخته شده و استایل افزونه اوبرمنو رو به خودش گرفتیم. به این صورت ما تونستیم در افزونه اوبرمنو یک منوی ساده رو ایجاد کنیم. در جلسات آتی تنظیمات افزونه اوبرمنو رو با همدیگه بیشتر بررسی میکنیم.